اسرائیل با بیش از 100 جنگنده به عمق خاک ایران نفوذ کرد و به اهداف در حومه پایتخت و چندین شهر دیگر ایران حمله کرد. جمهوری اسلامی خسارت‌های ناشی از حمله را ناچیز جلوه داده، اما با گزارش رویترز تصاویر ماهواره‌ای خسارت‌های جدی به تأسیسات موشکی و پدافند ایران وارد شده است. پس از این حمله قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان از جمهوری اسلامی خواستند برای گریز از یک جنگ تمام‌عیار حمله اسرائیل را پاسخ ندهد. اما در سوی دیگر، در حالی که رئیس مجلس و وزیر خارجه جمهوری اسلامی از پاسخ قاطع سخن می‌گویند و رسانه‌های نزدیک به حکومت دم از انتقام سخت و وعده صادق سه می‌زنند، آیت الله خامنه‌ای از دولت مردان خود خواسته نه حمله اسرائیل را بزرگ نمایی کنند و نه کوچک نمایی. حالا سوال اساسی این است که وعده صادق سه عملی می‌شود و اگر عملی شود، آیا به معنای شروع جنگ تمام عیار است؟ این بحث روز است. سلام بر شما و بحث روز با من طارق عظیم از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز جواد صالحی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل که تا لحظات بعد به برنامه خواهند پیوست، منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای حسنیاری، بحث را با شما آغاز بکنیم. حداقل تا دیروز از خسارات اطلاعات خیلی زیاد بیرون نشده بود، ولی حالا رویترز میگه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که به دست آمده خسارت‌های جدی به پدافند هوای جمهوری اسلامی وارد شده و همچنان در تولید کارخانه‌ای که اونجا مواد جامد ظاهرا تولید می‌شده و این مواد جامد بر موشک‌های دوربرد از او استفاده می‌شد، به اینجا هم خسارت وارد شده. یافته‌های شما، تحلیل شما چی است از خسارت‌ها؟ درود به شما آقای عظیم، آقای منشه امیر و همینطور آقای صالحی که بعداً پی خواهند پیوست و به خصوص ملت شریف افغانستان. ببینید، در مقدمه شما اشاره کردید که چطور جمهوری اسلامی در ابتدای حمله، هنوز زمانی که حتی حمله در حال انجام شدن بود، حمله اسرائیل، سعی کرد که اون رو به تمسخر بگیره. در تلویزیون جمهوری اسلامی این رو دیدیم و این که بسیار سعی کردن کوچک نمایی کنن و حتی اون رو به خیلی جدی نگرفتن. ولی به تدریج که زمان میگذره و ابعاد حمله اسرائیل روشن‌تر میشه، این به این واقعیت پی خواهند برد رهبران جمهوری اسلامی که این حمله بسیار جدی بوده، حمله‌ای بودی که توانسته تقریبا تمام این سامانه 300 دفاع هوایی جمهوری اسلامی را از بین ببره و همینطور شما اشاره کردین به حمله‌ای که به این کارخانه سوخت تولید سوخت جامع برای موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به کار میره، اون رو هم صدمات جدی وارد کرده. در نتیجه از دید اسرائیلی‌ها و همینطور با این تصاویر ماهواره‌ای که به تدریج بیرون میان، می‌بینیم که حمله اسرائیل حمله‌ای بوده که خسارات بسیار جدی بر زیر بنای پدافند هوایی جمهوری اسلامی و تأسیسات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی وارد کرده و به همین خاطر است که به اعتقاد من علی خامنه‌ای ناچار شده به نوعی رد کنه اون ادعاهای ابتدایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این روزنامه‌های متعلق به سپاه پاسداران رو، و بگوید که بالاخره این حمله تأثیراتی هم داشته. درست، بسیار تشکر. آقای امیر، پیشتر آقای حسنیاری اشاره داشتن به موشک‌های S-300 جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز هم اشاره داشته که تخریب شده، یک مقدار تخریب شده این موشک‌های S-300 جمهوری اسلامی. پس به این معنا است که اهداف واقعا دقیق بوده و خسارت‌ها هم جدی. ببینید، حمله اسرائیل در سه مرحله ساعت 2 بامداد به وقت اسرائیل شروع شد، 5 صبح تمام شد. 3 ساعت اسرائیلی‌ها با دقیقاً نمی‌دونیم بین 100 تا 150 هواپیما از انواع مختلف عملیاتی رو در داخل خاک ایران انجام دادن
با موفقیت کامل و سالم به پایگاه‌های خودشون بازگشتن. مرحله نخست حملات اسرائیل مصروف این بود که سامانه‌های دفاع ضد هوایی رژیم ایران، دستگاه‌های رادار و S-300 رو نابود بکنن و این هدف رو در ظرف یک ساعت تعمیم کردن و بعد به هدف‌های دیگری پرداختن. در مجموع حمله اسرائیل بسیار موفقیت آمیز بود، به همه هدف‌هایی که تعیین شده بود رسیدن. ما هنوز هم از اعماق خساراتی که به رژیم ایران وارد آمده اطلاعات کافی نداریم. اسرائیل هم برخی چیزها رو فاش نکرده، مثلا احتمال حمله به پارچین رو اسرائیل تایید نکرده، ولی مسلماً آن گونه که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش گفت، اسرائیل هنوز هدف‌های دیگری هم در ایران در دسترس داره و مورد نظرش هست و بستگی به کدام هدف اینا آقای امیر؟ من نمیتونم به خدمتون بگم که کدوم هدف ها هست. احتمالاً اهداف تأسیسات هسته‌ای و نفتی جمهوری اسلامی به احتمال زیاد نباشه، چون ظاهراً آمریکا اجازه نداده این اهداف را بر اسرائیل که هدف قرار بده. بله، بدون اینکه پاسخ دقیقی به پرسش شما بدم، میخوام یادآوری کنم که کمتر از دو هفته دیگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هست، ولی اجازه بدید یک پاسخ کلی خدمتتون عرض بکنم و اون این است که اسرائیل میگوید که سر اختاپوس در تهرانه و این واژه رو آقای نتانیاهو امروز هم ساعتی پیش در سخنرانی خودش بیان کرد. بعدا اگه وقت بود توضیح میدم که در چه مراسمی این سخنرانی رو انجام داد. گفت سر اختاپوس در تهرانه و ما راه پرواز به تهران رو هم عملا نشان دادیم که بلدیم و قادریم. هدف نهایی اسرائیل این است که ریشه های فتنه در منطقه خشک بشه و حکومت ایران یا عوض بشه، یعنی مردم ایران قیام بکنن و این رژیم رو عوض بکنن، و یا در حدی ناتوان بشه که ریشه های تجاوز و تهاجمش خشک بشه و این هدف هنوز تامین نشده. حالا چه اقدامات بعدی انجام بشه، پاسخش این است که بستگی اولا به واکنش های رژیم ایران داره، دوما به محدودیت ها یا تشویق های بین المللی به ویژه ایالات متحده، و ثالثا به قدرت نظامی اسرائیل. این سه موضوع رو باید در نظر گرفت. اگر مشخصا در مورد آمریکا اشاره بکنیم و شما از اهداف دیگه که مثال هم دادین سر اختاپوس، فکر میکنین آمریکا این اجازه رو بر اسرائیل میده که سر اختاپوس هم زده شود؟ ببینید، در یک سال اخیر کشورهای غربی، منظورم اروپای غربی و ایالات متحده است، دارن به این نتیجه میرسن که واقعا سر اختاپوس در تهرانه، یعنی حکومتی که بر ایران مسلط شده و کابوسوار ملت ایران رو تحت تسلط خودش گرفته، یک حکومت فتنه‌گره که نه فقط برای اسرائیل خطرناکه، حکومتی است که به روسیه در تجاوزش به اوکراین یاری میرسونه، باش میخواد پیمان استراتژیک امضا بکنه، به سوی بمب هسته‌ای پیش میره، و اگر ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی به خود نیایند و اقداماتی نکنند، این خطر بزرگ و بزرگتر میشه. البته اروپای غربی اقداماتی کرد، آمدن و تحریم های تازه‌ای رو علیه رژیم ایران برقرار کردند، ولی بی تردید ما نمیدونیم که دولت آینده آمریکا کدوم دولت خواهد بود، ولی بی تردید اونها هم به زودی به این نتیجه اسرائیل خواهند رسید که ادامه برنامه های اتمی ایران یک خطر بزرگ امنیتی نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای کشورهای خاورمیانه، بلکه برای اروپا و آمریکا هم خواهد بود. موشک‌های رژیم ایران، ساخته رژیم ایران، امروز در اوکراین، یعنی در فاصله بسیار کمی از کشورهای اروپایی داره فاجعه می‌آفرینه و اروپا
نمیتونه این خطرات رو نادیده بگیره. بسیار تشکر. متاسفانه آقای جواد صالحی را در برنامه نداریم، اما بسیار خوشبختانه آقای فردین هاشمی استاد دانشگاه از آلمان در برنامه با ما هستند. آقای هاشمی بسیار خوش آمدین. مهمانان عزیز اجازه بدین که سوال را هم خدمت آقای هاشمی مطرح بکنم. آقای هاشمی داشتین در مورد خسارت های حمله دیروز حرف می زدیم. حداقل روز گذشته اطلاعات خیلی زیاد بیرون نشده بود. جمهوری اسلامی هم تلاش می کرد که این عملات را کوچک نشان به توابق خسارات زیاد نبوده، ولی حالا بر اساس اطلاعات نیویورک تایمز و رویترز تصاویر ماهواره‌ای که به دست آمدن میگن که اهداف جدی جمهوری اسلامی آسیب دیده، از جمله پدافند جمهوری اسلامی و کارخانه‌ای که اونجا سوخت جامد ظاهرا تولید میشده برای راکت‌ها یا موشک‌های هایپرسونیک. دیدگاه شما چی است؟ چقدر این خسارات جدی بوده برای جمهوری اسلامی؟ با سلام به شما از این میمانان محترم و بینندگان عزیز. خب از بحث صرف نظامی به تصورم بریست که باید موضوع کلانتر ببینیم. ما در شرق میانه همواره حداقل در 50 سال اخیر شاهد نوعی از موازنه قوا بودیم که عمدتاً ما بین کشورهای مثل ایران، اسرائیل، مصر و نحوه، عراق زمان صدام حسین و عربستان سعودی به یک موازنه چند قطبی در شرق میانه مواجه بودیم. ولی شرایط کنونی که اتفاق افتاده است، جنگی که میشه گفت مستقیم ما بین اسرائیل و ایران داره اتفاق میفته، به نحو این معادله و موازنه قدرت به باور من داره تغییر میده و طبعا مباحث نظامی که مطرح میشه مثل بحث حمله دیروز اسرائیل به ایران در واقع داره یک باز تعریف میکنه مسائل امنیتی و در عین زمان موازنه قدرت روی که کدام کشور در واقع سخن اصلی در منطقه شرق میانه که یک منطقه استراتژیک برای بالانس و توازن قدرت جهانی است خواهد زد. بنابراین هر یک از طرفین، چه ایران چه اسرائیل، متصورم بر ایست که تلاش داره تا در این جنگ بحث رسانه‌ای و در واقع مطرح ساختن اهدافی که تعقیب میکنه کاملا نشان بده، جلوه بده و طرف مقابل رو پنهان بسازه. و یه چیزیست که ما در رفتار هم اسرائیل و هم ایران در این روزها شاهد هستیم. ولی آن چیزی که اسرائیل خوب انجام داده یک امر طبیعی است، به این معنا که نیروی هوایی اسرائیل در طول سالهای اخیر تبدیل به قدرت اصلی در منطقه شرق میانه شده و از طرف دیگه ایرانی‌ها بیشتر به دنبال رشد سلاح‌های مثل موشک‌های دوربردشان و بالستیکشان بودند. و طبیعتاً وقتی که چنین حمله صورت می‌گیره، اهدافی که اسرائیل داره برای خودش تعیین می‌کنه و برای اولین بار در واقع خاک ایران مورد حمله قرار میده توسط هواپیمای نظامیش، طبیعتاً به دنبال حذف پدافند هوایی ایران بوده تا بعدها بتونه مسائل نظامیش در ایران جدی‌تر تعقیب کنه. اما یک نکته نباید دور دیشته باشه، میخوام بهم اشاره کنم، این که به باور من هم اسرائیل هم ایران به نحوی به سمت مدیریت بحران پیش رفتن. آنچه که ما در این جنگ ما بین دو کشور شاهد بودیم این بوده که تبعات در واقع کشتار غیر نظامی در این جنگ اتفاق نیفتاده و این نشانه و مدیریت بحران در هر دو طرف است. بله، بسیار تشکر. در مورد مدیریت بحران در محور دوم بس در موردش حرف خود زدیم، اما یک سوال تکنیکی دیگه هم آقای حسنیاری از شما داشته باشم. در مورد جت‌های اسرائیل گفته میشه جت‌های F-35 بوده که اینا حدود 2000 کیلومتر را طی کردند، آمدن داخل حریم فضای جمهوری اسلامی شده و اهداف را ظاهرا با موشک زدن. من میخوام از نگاه نظامی از شما بپرسم، این طیارهای F-35 توانایی پیمودن 2000 کیلومتر را دارن؟ اینا دارن، ضمن اینکه اسرائیل در حمله‌ای که چند ماه پیش به در جواب حمله حوثی‌ها به یمن کرد نشان داد که توان سوختگیری هوایی رو داره و در نتیجه از اونجایی که شما اشاره کردین فاصله بین اسرائیل و ایران حدود 1600 کیلومتر، در نتیجه نیاز به سوختگیری هوایی است. این کار رو اسرائیل به خوبی انجام داده. و امر مهم دیگر این است که زمانی که این پدافند ضد هوایی جمهوری اسلامی از بین رفت، خب به طبع نیروی هوایی اسرائیل توانسته با فراغ بال بیشتری عمل بکنه و در نتیجه این هواپیمای F-35 که شما اشاره کردین بسیار بسیار هواپیمای مهمی است، پیشرفته ترین امروز در جهان
و در نتیجه سوختگیری هوایی به اون این امکان رو میده که بتواند به مناطق دوردست ایران هم حمله بکنه. در ابتدای حمله اسرائیل صحبت از این بود که حمله هم در مشهد صورت گرفته. اگر که اون هم واقعیت داشته باشه، معناش این هست که بایستی بعد فاصله بین تهران و مشهد رو هم در نظر گرفت، ایلام و مشهد رو هم در نظر گرفت، که این خب به طبع معناش این هست که نیروی هوایی اسرائیل چه به کمک F-35 و یا F-15 و 16 که در اختیار داشته در این جنگ توانسته تقریبا بر تمام حریم هوایی ایران تسلط داشته باشه، و این به نظر من یک خبر بسیار بسیار بدی است برای جمهوری اسلامی، برای اینکه این هواپیماها توانستند طی چند ساعت در حریم هوایی جمهوری اسلامی اهدافی رو که می‌خواستن با دقت چنان بالایی بزنند که خسارتی به غیر نظامیان وارد نشود. همونطوری که دولت اسرائیل اشاره کرده بود، قول داده بود که دشمن جمهوری اسلامی است و نه مردم ایران. درست. و آقای حسنیاری، مسیر رم که این جنگنده ها طی کردن حریم فضایی سوریه و عراق بوده، چون بارها گزارش شده که این مسیر هوایی به نوع نقض شده، و از طرف دیگر مقام های جمهوری اسلامی هم میگن که این کوریدور هوایی را به شکل آمریکایی ها در اختیار اسرائیل قرار دادن. به حرف جمهوری اسلامی به نظر من خیلی نبایستی اعتقاد کرد. خب حتی اگر چنین باشه، معناش این هست که این دو کشور سوریه و عراق قدرت این رو ندارن، توانایی این رو ندارن که با نیروی هوایی اسرائیل برخورد بکنن. ضمن این که نبایستی فراموش کرد که راه های دیگری هم وجود داره که اونها هم به تدریج احتمالاً در آینده روشن خواهد شد که اون مسیرهای دیگر. بله، بسیار تشکر. آقای امیر، بیاین سر واکنش ها حرف بزنیم. حالا وقت ما واکنش ها را دیروز دنبال کردیم، چیز جدی نبود. وزارت خارجه هم چیزی از انتقام و این موارد نگفت، ولی دو تا گپ. یکی که رهبر جمهوری اسلامی میگن که این حمله نباید خیلی بزرگ نمایی شود و نباید هم خیلی کوچک نمایی شود، و میگن کار را بکنین که به صلاح مملکت باشه. حالا خلاصه حرفای آقای خامنه‌ای، اما روزنامه های نزدیک به جمهوری اسلامی هشتگ را رو انداختن انتقام سوم، بعد اگر من اشتباه نکنم، بله، و اینو از انتقام یاد میکنن. فکر میکنین چقدر این بحث انتقام مطرح است و چقدر واقعا امکان پذیر است؟ ببینید، من تصور میکنم که همین تذکری که خامنه ای داد میتونه راهنمای سیاست بعدی رژیم باشه که اینقدر کوچکش نکنین، چون مرتب گفتن که هیچ اهمیتی نداشته، آسیبی که وارد آمده بسیار جزئی هست و غیره و غیره، و بعدم یه گروه دیگه گفتن که باید به شدت انتقام گرفت. یعنی آنچه که طرفداران خامنه ای و آقای قالیباف مثلا در مورد لزوم انتقام گیری گفتن، با آنچه که پزشکیان گفت تفاوت داره. این نشون میده که اختلاف عقیده گستردهی در داخل حکومت وجود داره. و آقای عراقچی میگوید که اسرائیل به یک جنایت دست زده و قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته و قرار است که بنا به تقاضای حکومت ایران، شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه فردا جلسه ای تشکیل بده و رسیدگی بکنه که چرا اسرائیل با این حمله به قانون شکنی پرداخته بنا به ادعا و گفته رژیم ایران. یعنی در واقع اونها به خودشون حق میدن که دوبار به اسرائیل حمله بکنن. وقتی که اسرائیل در صدد دفاع از خودش میاد، یه دفعه یاد قوانین بین المللی میافتن. از یک سو رژیم ایران باید نسبت به اسرائیل واکنش نشون بده، به عقیده سران حکومت اگر نده آبروش رفته و قدرت بازدارندگیش رو به کلی باخته، ملت ایران گستاختر و دلگرمتر و با اعتماد به نفس بیشتری به رویارویی با رژیم میپردازن. و سوی دیگر اگر بخواهد واکنش نشون بده، ما میپرسیم که با چه اسلحه‌ای، با چه امکاناتی؟ مگه یه بار نزدن در 14 آوریل؟ مگه بار دوم نزدن؟ مقام های جمهوری اسلامی آقای امیری است که میگم ما
تمام قدرت خود را نشان نداریم. این بخش از قدرت ماست. بارها گفتند که ما هزاران نیروگاه‌های داریم یا موقعیت‌های داریم که اونجا سلاح‌های دوربرد است، موشک‌های دوربرد است که اونا را اصلا کس خبر نداره در کجاست. بله، میتونن از این حرفا خیلی زیاد بزنن. میتونن به جای مثلا اگر در اول اکتبر 191 موشک زدن، این بار 300 تا موشک بزنن یا 500 تا موشک بزنن. این ممکن است که امکانات دفاعی اسرائیل رو یه خورده سخت‌تر بکنه، ولی علاوه بر پیکان 2، پیکان 3، پیکان 4، فلاخن داوود، گنبد آهنین، الان ما ساد رو داریم، سیستم ضد موشکی ایالات متحده رو داریم که قرار فردا دوشنبه دومین واحدش هم بیاد و در اسرائیل نصب بشه. از سوی دیگر نیروهای گسترده آمریکایی در منطقه خاورمیانه رو داریم. آقای بایدن صریحا گفته که اگر رژیم ایران، ببینید آقای بایدن میگوید که بس است، اون یکی زد، اسرائیل جواب داده که دست بردارید. مسلما نه اسرائیل دست بر خواهد داشت و نه حکومت ایران میتونه سکوت بکنه. و اگر اسرائیل دوباره مورد حمله موشک ها قرار بگیره، اولا سیستم های ضد هوایی بیشتری وارد عمل خواهد شد و ثانیا این امکان وجود داره که نیروهای گسترده که ایالات متحده در منطقه خاورمیانه متمرکز کرده وارد عمل بشن. بنابراین آنچه که از رژیم ایران میگوید در مورد قدرت تهاجمی بیشتر خودش رجزخوانی، یاوه‌گویی و خیالبافی هست و نه بیشتر از این. بسیار تشکر. آقای هاشمی، چقدر این وعده صادق سیر که حالا روزنامه های نزدیک به جمهوری اسلامی، روزنامه هایی که سرمقاله‌ای وقت نوشتن اون سرمقاله به نوع بازتاب دیدگاه کلی جمهوری اسلامی بوده، این روزنامه روی از او حرف میزنند و اما هشتگش هم همگانی شده بعد صادق سه، چقدر این متصور است؟ ببینید، من تصورم برای است که فاکتورهایی که بر رفتار جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار است و همچنین اسرائیل، بیشتر البته بیشتر جمهوری اسلامی، بیشتر فاکتورهای بین المللی و شرایط کنونی نظام بین الملل است. آنچه که در منطقه شرق منه حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا است، فشاری که اتحادیه اروپا بر ایران وارد میکنه و طبیعتاً میزان حمایت است که روسیه از ایران خواهد کرد که در شرایط حاضری کمرنگ است به باورمه. در نتیجه آنچه که در رسانه‌های داخلی ایران مطرح میشه، خب طبیعتاً یک بخش برای مدیریت افکار عمومی است و از طرف دیگه در نظر بگیریم که هر دو کشور، اسرائیل و ایران، به دنبال ایجاد سطحی از بازدارندگی هستند و طبیعتاً وقتی که چنین حملاتی صورت میگیره، بحث رسانه‌ای و پروپاگاندایی که در قبال از او اتفاق میفته به باورم بخشی از او استراتژی کلانی است که دنبال میشه و طبیعتاً باید این مد نظر دیش که تصمیم گیران در سیاست خارجی ایران در شرایط حاضر به باورم بیشتر به فاکتورهای بین المللی و در عین زمان هزینه هایی که تداوم چنین بازی پینگ پنگی حملات ما بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته به او توجه میکنند. من تصورم بر ایست که هر دو کشور، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، بیشتر به دنبال ایجاد سطحی از بازدارندگی است که در شرایط کنونی با توجه به که حمله اسرائیل انجام داده تا حدودی فرو ریخته، بناهن مدیریت دواره ازی و ای که چطور شما ایر در واقع به سطح از بازدارندگی میرسانیم، که البته بخش زیادی از این تصور بازدارندگی در افکار عامه چه در داخل ایران و چه در بیرون منطقه ارتباط به بحث روانی موضوع است که آیا شما این پرستیج دوباره برای خودتان ایجاد میکنید یا نه، که یه ارتباط میگیره به تصمیم گیران. تصورم برای است که با توجه به هزینه های کلانی که وجود داره و انتخابات پیش روی که در ایالات متحده آمریکا داره، ایرانی ها تا مدت صبر خواهند کرد و میزان تهدیدی که دوباره اسرائیل از خودش نشان میده به این عنصر به باورم تاثیر گذاشته. و آقایش می از پرستیج گفتین، فکر میکنین چقدر با این حمله پرستیج جمهوری اسلامی پایین آمده و چقدر تلاش میکنه که جمهوری اسلامی پاسخ بده تا اما قدرت خود را نشان بده در قلب کشورهای دور و نزدیک؟ من میخوام کلی سوال شما پاسخ بدم. هم اسرائیل و هم جمهوری اسلامی ایران به دنبال نابودی یکدیگر نیستن. بنابراین او بحث مدیریت بحران دینجی به باورم اهمیت زیادی پیدا میکنه
و در نتیجه تصامیمی که در سطح بالا گرفته میشه تلاش میکنه که به نحوه ای امنیت در قالب و بازدارندگی به وجود بره که در شرایط حاضر توپ در میدان ایرانی ها هست و اونا باید به پاسخ بدن. بله، بسیار تشکر. آقای هاشمی، بازم در مورد این وعده صادق سه، حالا درست است که آقای امیر اشاره داشتن که چند دستگی است در میان مقام های جمهوری اسلامی، قالیباف یک چی میگه و رهبر جمهوری اسلامی چیز دیگه میگه، ولی در نهایت تصمیم گیرنده و کسی که حرف آخر را میزنه رهبر جمهوری اسلامی است، درست؟ در سیستم ایران بله چنین چیزیست، ولی طبیعتاً ساختار پیچیده قدرت در ایران مشوره هایی که به آقای خامنه‌ای داده میشه از مجراها و کانال‌های مختلف به باورم به میرسه و بنابراین تصمیم گیری نهایی در چارچوب منافعی که برای الیت سیاسی ایران هست تصمیم خواهد گرفت. من نمیخوام لفظ مردم ایران رو به کار ببرم، ولی نهایتاً او تصمیم گیری نهایی در قالب منافع الیت کنونی سیاسی ایران خواهد. بسیار تشکر. آقای حسن یاری، شما چی فکر میکنین؟ تصمیم اخیر را رهبر جمهوری اسلامی میگیره؟ ببینید، شما اگر به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نگاه بکنین، دو ستون رو میتونین ببینین. ستون اول اونیست که منتخب مردم، یعنی انتخاباتی صورت میگیره، حالا شرایط اون انتخابات رو میشه درباره صحبت کرد، ولی به هر تقدیر اون انتخاباتی که جمهوری اسلامی ترتیب میده، یه ریاست رئیس جمهور انتخاب میکنه، یک مجلسی رو و مجلس خبرگان و دیگر و دیگر، و که اینها قدرت واقعی رو در اختیار ندارن، مسئولیت های بزرگی در بردوش اینهاست ولی اختیاری ندارن. در کنار این ستون، ستون دیگری وجود داره که غیر منتخب ها هستن، در رأس اینها خامنه ایست و زیر مجموعه های خامنه ای. قدرت در این ستون دوم هست و در دست رهبر این ستون که شخص خامنه ای باشه. ببینید، اگر که به عنوان نمونه به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، رهبر وظایفی داره، ولی در عمل میبینیم که اون وظایف شناخته شده توسط قانون اساسی در عمل چندین برابر شدن، یعنی که رهبر جمهوری اسلامی به خود این اختیار رو داد طی زمان، به خصوص از 35-36 سال گذشته تا به حال، که تمامی قدرت رو متمرکز بکنه در دستان خود و از رئیس جمهور گرفته تا کارمندی که کارگری که در یک شهرستان دورافتاده مشغول به کار هست، اینها همه در ید اختیار رهبر جمهوری اسلامی حرکت میکنند. بنابراین در این مورد سیاست‌های کلان خب به طب چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اجتماعی و به خصوص نظامی و خارجه، اینها همه در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و به همین خاطر هست که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی است. اون مشورت هایی که آقای هاشمی به درستی اشاره کردن که به رهبر جمهوری اسلامی داده میشه، به اطلاعاتی وجود داره ظاهرا که اون مشورت ها در مورد این حمله یا صادق دوم صورت نگیره، ولی رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که برخلاف اون مشورت ها عمل بکنه و کشور رو در معرض این خطر بسیار جدی جنگ قرار بده. بنابراین قدرت در دست شخص علی خامنه ایست و اوست که تصمیم میگیره چه نوع لباسی مردم بپوشن، چه چیزی بخورن، چه چیزی ببینن و چه تصوری از قدرت و اسلام در مردم در جامعه ایران وجود داشته باشه. بسیار تشکر. آقای امیر، در اورشلیم مردم نگران یک حمله تلافی جویانه دیگه از جمهوری اسلامی هستن؟ نه، مسلما نه. ببینید، وقتی که دو تا حمله صورت گرفت و مردم دیدن که چگونه این موشک ها بی تأثیره و اسرائیل قدرت رهگیری اونها رو داره، این نگرانی برطرف شده. بار اول در 14 آوریل بله این نگرانی وجود داشت، منتها الان یک بحث و جدلی در داخل اسرائیل جریان داره که به دولت اعتراض میکنن، میگن اونچه که زدید کافی نبود، چرا سنگین تر نزدید، چرا
بیشتر نزدیم. مثلا کجا را پای امیر میخواستند که اسرائیل بزنه که نزده؟ بله خدمتون عرض میکنم این جدل و این اعتراض به دولت از دو جهت هست، خیلی جالبه، هم از سوی اپوزیسیون و هم از سوی برخی از وزیران دولت. در پاسخ به پرسش شما، اونها میگفتن که چرا ضربه کاری بر رژیم ایران وارد نکردید؟ ضربه کاری یعنی اولا قدرت اتمی و هسته‌ای رژیم ایران که بسیاری از رهبران اپوزیسیون از یائیر لپید، لیبرمن و دیگران، نفتالی بنت گفتن که این بهترین فرصت بود که اسرائیل تأسیسات اتمی ایران رو بزنه. یک هدف دیگر ریشه‌کن کردن و خوش کردن ریشه درآمدهای مالی حکومت ایرانه که خود شما به خوبی میتونید تصور بکنید که منظور چی بوده. ولی اسرائیل یعنی دولت آقای نتانیاهو صلاح ندید که در مرحله کنونی بیاید و هدفهای بیشتری رو تعیین بکنه. در واقع ما دو عامل داشتیم که چرا این حمله محدود بود. عامل اول توان نظامی اسرائیل بود که سران ارتش و دولت میخواستن آزمایش بکنن که واقعا این ادعاهایی که ما کردیم که توان بسیار قوی داریم و بازوهای ما به همه جا میرسه تا چه حد درسته و تا چه حد عملی هست. این بود که دیده شد که هواپیماهای اسرائیلی قادرند و میتونن این حمله رو انجام بدن، میتونن سیستم دفاع ضد هوایی رژیم ایران رو خونسا بکنن و میتونن همونطور که آقای نتانیاهو گفت و دیگران راه رسیدن به تهران هم فراهمه. این یک عامل. عامل دوم فشارهای ایالات متحده و ملاحظات دیپلماتیک و بین المللی اسرائیل بود. دولت آقای بایدن صریحاً مخالفت کرده بود که اسرائیل نباید به تأسیسات نفتی ایران آسیب برسونه و نه به امکانات اتمیش، و آقای بایدن ابراز خرسندی کرد روز گذشته که بله اسرائیل به این تعهد خودش عمل کرد و هدفهای رو مورد حمله قرار داد که نه نفتی بود و نه اتمی بود. بسیار تشکر آقای حسن‌نوری. اما برخلاف آنچه که آقای امیر گفتند، روزنامه‌های اسرائیلی میگن که مقام‌های این کشور نگران حمله پاسخ جمهوری اسلامی هستند و میگن با توجه به اینکه کل منطقه شاهد حمله و تهران بوده، غیر ممکن است که جمهوری اسلامی واکنش نشان نده و در این صورت بازم گفته که اسرائیل بر میگرده و موگوزینه اولش که موضوع حمله به سایت‌های هسته‌ای و تأسیسات انرژی که نمادهای حکومت ایران است. فکر میکنین چقدر متصور است پاسخ جمهوری اسلامی؟ به نظر من جنگ واقعی در خواهد گرفت. این که چه زمانی در میگیره اونو بایستی دید، ولی جنگ واقعی در میگیره به خاطر اینکه دو جهانبینی کاملا متضاد در مقابل هم قرار گرفتن. از یک طرف جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای از بین بردن اسرائیل رو طی 45 سال گذشته همواره مد نظر داشتن. تمام این گروه های مزدوری رو که به وجود آوردن در این مسیر حرکت کردن. در مقابل اسرائیل هست که خب به تبع بایستی از خود دفاع بکنه. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی در این شکل و شمایل فعلی خود وجود داره، اون خطر برای اسرائیل همواره وجود داره هست، و بنابراین به نظر من اون جنگ واقعی در خواهد گرفت. ممکن هست که بعد از انتخابات آمریکا باشه، ممکنه پیش از اون باشه، ولی اون چیزی که بسیار قطعی است که درباره اون میشود با اطمینان کامل حداقل من میتونم صحبت کنم این است که این جنگ در خواهد گرفت، برای اینکه بود و نبود اسرائیل در گروه این هست که به جمهوری اسلامی پاسخ بدهد و پرستیژ و یا اعتبار جمهوری اسلامی هم همونطور که آقای هاشمی و شما اشاره کردین در گروه این هست که اون صحبتی رو که خمینی کرده در
بیش از حتی پیشتر از به وجود آوردن جمهوری اسلامی در مورد از بین بردن اسرائیل، اون صحبت همچنان باقی است. و اگر که به این صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای توجه بکنیم، حال که این گروه‌های نیابتی و مزدور نتوانستن اون چرا که براشون تعیین شده بود به عنوان نقشه راه انجام بدهند که از بین بردن اسرائیل بوده، حالا در خامنه‌ای به فکر این افتاده که یک اجماع جهانی به وجود بیاره برای از بین بردن اسرائیل. خب این نشانه روشنی است از این که ممکن هست که کم و زیاد داشته باشه اون به اصطلاح تسلیحات و یا افراد و گروه هایی که جمهوری اسلامی در صدد فعال کردن اونها هست، ولی هدف غایی، هدف نهایی همواره اون خواهد بود که که اسرائیل رو بایستی از بین برد. و به همین خاطر که بحث خودی سرطانی و مسائل دیگری رو همواره مطرح کردن. درست. بسیار تشکر. آقای هاشمی، هرچند شما برداشته که ما داشتم بیشتر موافق مدیریت بحران هستین، ولی اگر اینطوری بپرسم که جنگ اگر در بگیره با توجه به وضعیت ژئوپلیتیک چه پیامدهایی داره هم به جمهوری اسلامی و هم به اسرائیل؟ ببینید، من در پاسخ به سوال شما میخوایم بگم نهایتاً استیت ها بازیگران عقلانی هستن، هرچند که یک ظاهر ایدئولوژیک داشته باشن، ولی نهایتاً منافعی است که در واقع تعیین کننده رفتارشان است. و اگر این منافع با جنگ تامین بشه، خب طبیعتاً رو دست میزنن. حالا برای بحث اسرائیل که مطرح میسازیم، اسرائیل به دنبال بازدارندگی است. با توجه به موقعیتی که قرار گرفته است در طول تاریخ در منطقه شرق میانه، به دنبال بازدارندگی بوده. به بازدارندگی از طریق بالا بردن قدرت عظیم نظامیش به دست آورده بود که ما شاهد عملات 7 اکتبر به داخل خاک اسرائیل بودیم و طبیعتاً اسرائیل بعد از او تلاش داره که خودش دوباره به اون سطح بازدارندگی برسانه و منشأ این ناامنی در واقع در تهران میبینه. از طرف دیگه ایران به دنبال چیست؟ ایران به دنبال عزیز که در شرق میانه خودش تبدیل به یک هژمون کنه، حال برای از یک رویکرد ایدئولوژیک میتونه مطرح بسازه. ولی الزاماً بحث از بین بردن اسرائیل به عنوان یک هدف ایدئولوژیک مطرح هست، ولی به باور من تأثیرات یا واقعیات ژئوپلیتیک مهمتر است. ایران از طریق گروه های نیابتیش در لبنان و سوریه تا حدودی تانسته بود خودش به این سطح برسانه که کنترل خاورمیانه رو به عنوان مثال در دست داره. ولی وقتی که گروه ها ضربه میخورن، طبیعتاً جایگاه ایران سقوط میکنه و اگر جنگ قرار است اتفاق بفته که بازم به میگم هر دو طرف، چه اسرائیلی ها و چه ایرانی ها، به نحو به مدیریت بحران تا حدودی دست زدند، هرچند که در رسانه شاید ما شاهد نگاه دیگری باشیم و طبیعی هم هست، ولی نهایتاً ایرانی‌ها در موقف ضعیف‌تری در صورت حاضر قرار گرفتند و طبیعتاً اگر جنگی هم صورت بگیره به باور به دنبال از بین بردن یکدیگر نخواهد بود. دلیلش هم این است که به عنوان مثال کشورها مثل ترکیه، عراق، حتی پاکستان در صورت نابودی جمهوری اسلامی دوچار ناامنی های جدی خواهند شد که میتونه به ماهیت اونم تاثیرگذار بشه و طبیعتاً منطقه هم به دنبال مدیریت چنین بحرانی است. بله، بسیار تشکر. آقای امیر، دیدگاه اخیر شما رو هم داشته باشیم. چقدر اسرائیل واقعاً آماده یک جنگ تمام عیار، جنگ فرسایشی یا جنگ طولانی که امیدوارم هیچ کدام این اتفاقات نیفته، آماده ازی از با توجه به اینکه عملاً جبهه حزب الله هم اون طرف است، موضوع غزه هم همچنان پابرجاست و این طرف هم موضوع جمهوری اسلامی شود؟ ببینید، من به جنگ تمام عیار اعتقاد ندارم، به خاطر اینکه اولا دو رقیب رو به روی هم ایستادن، یکی اسرائیل و دیگری حکومت اسلامی ایران. کشورهای عرب منطقه نیازی و علتی ندارن که وارد جنگ بشن یا نشن، به عکس سعی میکنن که وارد جنگ نشن. بنابراین جنگ تمام عیاری نمیتونه در خاورمیانه به راه بیفته، چون کشورهای عرب بیطرف خواهند ماند و اگر رژیم ایران به اونها حمله بکنه و این تهدید خودش رو عملی بکنه که اونها رو هدف موشک قرار بده، اون موقع ایالات متحده به صراحت گفته است که ما علیه رژیم ایران وارد جنگ میشیم، چیزی که دولت آقای بایدن نمیخواهد و میکوشد که واردش نشه. بنابراین جنگ تمام عیار نخواهد بود. از سوی دیگر حماس بیشترین تلاش خودش رو کرد
و الان در ضعیفترین امکانات تهاجمی قرار داره. همینطور حزب الله نه فقط رهبرانش رو از دست داده، بلکه نیمی از موشکاش رو از دست داده و امکانات مالیش رو از دست داده. بنابراین حزب الله بیشتر از آن چه که کرده و حماس بیشتر از آن چه که کرده نخواهند توانست بکنن. البته یک پرانتزی باز بکنم و بگویم که حزب الله هنوز موشک‌های نقطه زن بالیستیک داره که وارد صحنه نکرده، ولی احتمال داره که اون هم تغییر زیادی نده. این که جنگ تمام عیار وجود نخواهد داشت، بلکه نبرد بین اسرائیل با رژیم ایران احتمالاً با دخالت فعال ایالات متحده خواهد بود. از این نظر نباید دنیا نگران باشه. من در مورد نگرانی در داخل اسرائیل نمیدونم به کدام یک از رسانه‌های اسرائیلی شما استناد کردید، ولی الان روزنامه معاریو، روزنامه اسرائیلی معاریو، معریف چی نوشته؟ معاریو نوشتن، بله معریف. بسیار تشکر آقای حسنیوری. بسیار کوتاه اگر دیدگاه شما را داشته باشم، کدام نقاط را کنار هم گذاشتین تا به این نتیجه رسیدین که احتمال یک درگیری تمام عیار وجود دارد در منطقه؟ خاطر اینکه مقصود من این نبود که کشورهای منطقه وارد بشن، که دیگر کشورها، مقصود جمهوری اسلامی و ایران هست. خب این اعتقادی در رهبری جمهوری اسلامی وجود داره و اون این است که یک نوع مسئولیت دینی بر عهده این رژیم وجود داره برای از بین بردن اسرائیل. هرچند آقای هاشمی اشاره کردن که در نهایت ایدئولوژی نیست که راه رو نشون میده، ولی به اعتقاد من در جمهوری اسلامی بعضی وقتا دیدیم، البته که چه خمینی چه خامنه‌ای اینها واقع‌گرا شدن، منتها تحت فشارهای بسیار شدید. زمانی که موجودیت جمهوری اسلامی به خطر افتاده بود، اون چیزی که خمینی میگفت و خامنه‌ای تکرار کرد، یعنی حفظ نظام اوجب واجبات هست، اگر اون به خطر بیفته بله عقب نشینی خواهند کرد، ولی تا اونجایی که امکان داره از دید جمهوری اسلامی بایستی فشار رو بر اسرائیل و آمریکا افزود. هر چقدر که اونها عقب نشینی بکنن جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت، مگر اینکه به یک دیوار محکمی برخورد بکنه که ناچار به برگشت بشود. این دیوار به محکم به تدریج خودش رو داره نشون میده. اسرائیل، آمریکا در کنار اسرائیل و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی باید دیدید که آیا خامنه‌ای نظیر خمینی اون جام زهر رو مینوشه یا اینکه همچنان بر این هم تکیه میکنه که باید اسرائیل از بین بود. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی، منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و فردین هاشمی استاد دانشگاه از آلمان، سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتید. و همچنان سپاسگزار امروی شما بیندای عزیز هستم. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال بمانید و همچنان با خبر بمانید. وقتتان بخیر.